میدونی که بسیارم اون دیکتاتوره، ولی اقتصاددان رو که کره شمالی رو کره جنوبی رو قدرت داد، میدونید که همچنان هم تقدیرش میکنن مردم کره جنوبی، و برای اینکه کشورشون رو تونست نظر اقتصادی یک جای بسیار مهم برسونید. شما نگاه کن کره شمالی و کره جنوبی تفاوت رو ببینید. من البته شخصا با هر دیکتاتوری استبدادی مخالفم، اما پوینت شما بسیار مهم بود. مسئله این جان و سخن از زبان ما میگوییست که فقط با 4 تا کتاب فکر میکنیم که تحلیلگر شدیم، فکر میکنیم باسواد شدیم، به روی خم دیگه هم میکشیم. وقتی هم که میایم صحبت میکنیم چنان از هانا آرنت اینو گفت، اون یکی اینو گفت و کلمات رو بغل بغور میکنیم، از مهندس دینیش گرفته تا غیره، که فقط بخوایم بگیم که من باسوادم، من میفهمم، تو نمیفهمی. ما یه دیکتاتور کوچولو، قلدر کوچولو درون خود ما هست و فراوانم بزرگ اون زیرا قایم شده، ولی متاسفانه ازش آگاه نیستیم. یه بخش دیگر فقر فرهنگی ما اینه که ما از کودکی به ما گفتن که یاد بگیر بگو تقصیر تو نیست، تقصیر دیگری است. بچه میخوره زمین، زمین و مبل و مادر یا عمه یا خاله میزنه، میگه بچه ما انداختی زمین. بچه از همون کودکی یاد میگیره که چه جوری و چگونه بتونه اشتباهات خودش رو بر روی دیگری نشانه بگیره. عذرخواهی هم که امکان نداره، من غرورم میشکنه که بخوام عذرخواهی کنم. اینقدر فقر فرهنگی ما زیاد است که متاسفانه ازش آگاه نیستیم که فردی این فقر فرهنگی، من خودم رو دارم میگم که به کسی بر فقر فرهنگی ما رو خودمون رو اگه خودمون متوجه نباشیم متاسفانه تبدیل میشه به یک فقر اجتماعی بیشتر. و ایناست که ما باید یک دوباره سازی فرهنگی بر روی خود و بر روی عقیده و باورهای خود، احساس خود و رفتار خود بکنیم. اگه این ستا رو در نظر نگیریم، ما در مرداب و گنداب گذشته های خود، انتقام جویی خود، خصومت خود گیریم. هر کسی که میرحسین موسوی رو شما نگاه کنید. من دیروز توی یکی از اتاق صحبت کردم، ایشون بعد مینوشت من عذرخواهی میکنم در آن زمان، به فرض حداقل باید پاراگراف کوچک، در آن زمان من یکم باورهای من رو مجبور کرد که به یک همچون جنایت هایی دست بزنم. من پوزش میخوام، طلب مغفرت میخوام از تمام خانواده های دادخواه. امیدوارم خداوند رو هم مرا ببخشد. مگه کم جنایت بوده در آن زمان؟ بعد خیلی راحت ما یه دفعه دوتا افراط و تفریطی هستیم دیگه، اکستریم میپریم یه دفعه. ولی طبیعتا اگر که آقای موسوی، میرحسین موسوی و امثال هم از سپاه پاسداران گرفته، از هر کدومشون، هم با اینکه جنایت کردن، الان بیان به طرف ملت، طبیعتا تخفیف داده خواهد شد در دادگاه های آینده. خب به نفعشونه و به نفع خانواده هاشونه، ولی کوچکترین صحبتی از اشتباه گذشته نشده، از جنایت گذشته نشده. اینا فاجعه است. باید ما یاد بگیریم اینا از غرور فردی خودمونم میاد در کنار باورهام. صحبت موسوی عالی، اما وقتی نگاه میکنی میبینی که کوپ از جنایت هایی که کردی. بعد میان میگه اصلا ایشون اطلاع نداشت. وای بر ما که اینقدر راحت مالکشی بکنیم از هر جنایی. طبیعتا ما وقتی نگاه میکنیم به زمان پهلوی، در آن سال 1320 1320 1300 و به فرض هر زمانی اشتباهات خود، دیکتاتوری خود، اصلا نباید یک حزب فقط شد حزب رستاخیز. اصلا شکی در این چیزا نیست که من همیشه اینجوری صحبت کردم. ولی ما نمیتونیم اینقدر راحت با گذشته بچرخیم و زندگی کنیم. دوباره این از فرهنگ ما میاد. حسین کشته شد. هی بزن تو سر خودتو، 1400 سال پیش قاتلای تو به خاطر قاتل خودت جد و آباد تو سر و کله خودت میزنی. حالم در همین کلاب هاوس حسین کشته شد، وای توییت زدن، وای به وکالت اومد. یعنی این رفتارهای اکستریم و افراطی باعث میشه که ما اصلا نتونیم از اندیشه خرد فردیمون استفاده کنیم. خرد فردی ما اگر ازش استفاده نکنیم به بیخردی فردی و بیخردی فردی به بیخردی اجتماعیش تبدیل میشه. اجازه ندیم که خرد ما به بیخردی اجتماعی آنها تبدیل بشه. من خیلی پوزش میخوام که باید برم. سپاسگزارم که اجازه صحبت به من دادید. هر کس که حرف منو تحریف میکنه حتما حتما بدونید که دروغ میگه. من هرگز در صحبتام تضاد نداشتم. نرفتم تو این اتاق سویتی بشم، تو اون اتاق یه جور دیگه حرف بزنم. مثل بسیاری
و هرگزم فحاشی نکردم، هرگزم بر علیه هیچ فردی نیستم. من از دید حرفه خودم که روانشناسی را از دیدگاه های مختلف و به خصوص سیاسی و عقیدتی و اجتماعی نگاه میکنم صحبت میکنم. هیچ تضادی هم تو صحبت هم نیست. انسان، بشر باید اخلاق یاد بگیره. دین تو، اخلاق تو، انسانیت تو، شرف تو، وجدان تو باید باشه. از اللهت گرفته تا محمد تو هست. دیدید که من یک ایتیست کافر ملحدم. هیچ کس هم برای من مقدس نیست. اما نیاید خودتون مقدس بکنید و نیاید بکوبید و تخریب کنید هم دیگر رو. این فاجعه فقر فرهنگی ماست که دشمن به راحتی تونست غارت کنه و کشتار کنه. دیدید که هر سال هم خامنه ای میاد میگه عفو عمومی دادم. با وقاحت تمام دیدید که همه بچه های ما که زیر شکنجه و چشماشون کور شد و زیر شکنجه و تجاوزات در داخل زندان هستن شامل آنها طبیعتا نخواهد شد. حال تو با شمشیر ذوالفقار چپ و راستت بر سر هم دیگه بکوبید. شرم بر تو. پوزش میخوام که من باید برم. ببخشید. خیلی خیلی ببخشید. من قبل از اینکه شما تشریف ببرین میخواستم یه نکته ای رو من مریضم اومدم. ایرادی نداره آقای فرمان روا یا با آقای ما هک عزیزم. من مریضم الان منتظر منه. من درست نیستش که منتظرش بذارم. چون ببخشید ما ممنون که بودید. مصطفی جان یه لحظه بی زحمت قبل خانم دکتر برمیگردید خانم دکتر بعد از مریضتون. نمیدونم آخه معمولا پشت سر هم من مریض میبینم دیگه. نمیدونم اگه ببخشید من به اندازه یک دقیقه میتونستم جملم رو بگم. به اندازه یک دقیقه میتونستم جملم رو بگم اگر که اجازه بدید. اگه یه دقیقه هم کمتر ماهک جان شما میدونی که مریض منتظره. بفرمید سریع بگوی خواهش میکنم. سپاسگزار میشم. بله 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 مخواستم بگم که این ضعف فرهنگی ما هم هست که هر کس در موقعیتی که هست و تخصصی که داره متاسفانه صحبت نمیکنه و خودش رو وارد هر مسئله میکنه که درش سواد سیاسی یا سواد دیگه ای نداره و متاسفانه با همون واژه هایی که فقط بلده میتونه به دیگران به دلیل اینکه حالا یک مدرکی در اون حیطه داره میتونه به دیگران انگ بزنه و یا برچسب هایی بزنه که چون حالا اون مدرک رو هم داره متاسفانه مورد قبول هم از نظر بعضی واقع بشه. این یکی از بدترین متاسفانه فریبکاری هایی که ما توی جامعهمون باهاش درگیر هستیم و حتی میبینید کسایی که حتی مدرکی هم اگه ندارن یه مدرک میزنن به خاطر اینکه حرفشون بیشتر شنیده بشه. من انتظار دارم از کسایی که واقعا تخصصی دارن، واقعا در اون هیته ای که دارن کار میکنن تجربه ای دارن، اون رو بر ندارن بیانن تو بحث سیاسی برای کسایی که واقعا دارن از همه چیشون مایه میزنن بخوان تجویز بکنن. من بیشتر از این صحبت نمی کنم چون واقعا بیماری شما منتظر هست خانم دکتر، ولی من این حرف رو نسبت به شما خیلی وقت بود میخواستم بگم به خاطر اینکه بسیار بسیار از رفتار شما ناراحت هستم و بسیار شرم سارم از خودم به عنوان کسی که توی این فضا 2 ساله هستم و متاسفانه این جمله ها رو از شما میشنوم که به عنوان دیکتاتور کوچولو هر کسی رو که میخواید نقد بکنید این برگر رو این برچسب رو روش میچسبونید و تموم میکنید قضیه رو میره. نه اینطور که شما میگید من متوجه پوینت شما شدم بابک عزیز. امیدوارم در این فرصت بعدی حتما. ببین ماهک عزیزم، اولا که من روانشناسی رو از دیدگاه فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، عقیدتی تحلیل میکنم و باورم اینه که همه ما، من و شما، همه ما از همه این جهات شکل گرفتیم. متاسفانه در گذشته و همچنین قبل انقلاب و بعد انقلاب به مردم اجازه ندادن که وارد سیاست بشن. مگه تو سیاسی هستی؟ به تو مربوط نیست. مگه فضول خدایی؟ به تو مربوط نیست. این یکی از فقرهای بزرگ فرهنگی ما بود. میبینیم که الان دهه 90 هم سیاسی شده خوشبختانه. پس همه حق دارن که سیاسی باشن چون نفس کشیدن من و تو به سیاست اون کشور ربط داره. پس این خیلی مهمه. این یک رشدیه که در این انقلاب به خوبی خوشبختانه باعث این انقلاب شد اتفاقا. به اضافه اینی که وقتی من اسم شما رو که نبردم شما پرسنال بگیری. من فقط تنها اسمی که تو این اتاق برده شد رضا پهلوی بود. هیچ کس دیگه نبود. ولی یه واقعیت حقیقته که ما یک دیکتاتور چون از فرهنگ دیکتاتور پروری میاییم.
پدر سالاری، مادر سالاری، معلم سالاری، پاسبون بر علیه گروهبان، گروه، همینطور سلسله مراتب از قبل از انقلاب و بعد انقلاب ما باید همچین فرهنگ دیکتاتوری بزرگ شد. خانم دکتر من پوینت شما رو گرفتم، چون شما فرصت نداریم من فقط قسمت اول حرف شما رو به هیچ عنوان رد نمی کنم. این خیلی خوبه که همه وارد فضای سیاسی بشن تو این وضعیت وظیفه شون. ولی تو قسمت دوم من بسخواهی میکنم فقط من جواب قسمت دوم رو میخوام بدم. قسمت دومو دارم میدم. نه گوش کن عزیزم. شما چرا خصوصی، چرا شخصی گرفتی؟ به شما اصلا ربط نداشت. ما هممون داریم، مگه من ندارم؟ یا مهرطلبیم یا برتری طلبیم یا انزوا طلب، این سه تاشم تو ما هست. بابا بزرگ شدیم ما اینکه از زاویه روانشناسی کسی رو که داره مبارزه میکنه انگ بحث شخصیتی بهشون بچسبونین، این کار درستی نیست. خانم شما دقیقا دارین تخریب میکنین براندازها رو و دارید در واقع تفرقه به وجود میارید. دقیقا کسی که خیلی با مهربانی صحبت میکنه و همیشه میگه که اتحاد داشته باشیم، اجازه بدید خانم میتا بابک صحبتشون تمام بشه بعد شما جواب بدید. جواب شما رو بدم. شما هی میایید رو مارک، شما دقت کن ببین، حتی نمیتونی تحمل کنی من جواب شما رو بدم. اصلا ربط نداره. تحمل دارم چون گفتین بیمار دارین. من عذرخواهی کردم از بازم اجازه نمیده من برم به مریضم برسم. منم برای شما حرمت قائلم که قد نمی کنم برم. میخوام جواب شما رو بدم، شما اجازه نمیدی. دقت کن عزیزم، من بارها گفتم وای به حال ما که جهان سوم و چهارمی، وای به حال آمریکا که به اصطلاح جهان اوله، به بد و بدتر برسه، به بایدن و به ترامپ برسه، فاجعه است. وای به یه کشوری مثل آمریکا که نیمش انقدر مذهبیه، هنوز گیره، هنوز با فکر میکنه که سخت جنین حرام است. اینا فاجعه ملت. خانم دکتر بابک، من واقعا یه سوال روشن پرسیدم از شما. اینکه بخواید الان در مورد کشور دیگه صحبت بکنید این چیزی رو عوض نمی خانم. شما اصلا دقت کن، از دموکراسی داری صحبت میکنی، اجازه نمیدی من جواب شما رو بدم. من میگم همه ما دیکتاتور کوچولو داریم. چرا به شما برخورد؟ منم داشتم و دارم. چرا به شما برخورد؟ همه ما اگر ما دیکتاتوری نداشته باشیم سعی میکنیم از درایتمون استفاده کنیم و نه تعصبمون، ولی آگاه نیستیم از دیکتاتور و قلدر کوچولوی خودمون، آگاه خیلی وقتا نیستیم. این کجاش این حرف غیر اخلاقی و غیر حرفه‌ای است که من فلان فلان شده دخالت میکنم به سیاست و توهین میکنم به سیاست ندارم. دکتر من جسارت نکردم به شما عزیزم، این چه حرفی؟ من گفتم این خوب نیست که اگر کسی مخالف حرف شما باشه بهش بگین دیکتاتور کوچولو داره. من اینو گفتم به شما. من محکه عزیز دلم، اصلا من اسمی از کسی نیوردم. هر کسی که پرسنل، شما همین الان گفتید میر حسین جنایتکاره، چیزی که نه دادگاهی بوده نه هیچ چیزی. من یک محیط ناسالم بزرگ شدیم، فرهنگ ناسالم، عقیده ناسالم، سیاست ناسالم بزرگ شدیم. بیاییم به خودمون اول دریابیم، ببینیم گیرامون کجاست، فرضی، شخصیتی، گیرامون کجاست. باور کنید من به رهبرها گفتم، گفتم حاضرم من بدون کوچکترین پنسی از نظر مالی بیایی گروپ تراپی کاملا کانفیدنشیال داشته باشیم. داریم دیگه، وقتی من باشون میتینگ دارم، کودک قلدرش همش حرف میزنه، یا پدر قلدرش، یا کودک دخترش، یا مادر قلدرش صحبت میکنه. اصلا عدلتش بالغش صحبت نمیکنه. خب من یه روانکاوم که دیدگاه سیاسی خیلی خیلی دارم، فعال سیاسی حقوق بشرم، چطور حق ندارم که کارم روانشناسی و روانکاویه، حق ندارم حرف بزنم؟ اوف کورس که اصلا پرسونال نیست هیچ کدومشون. من شخصی اصلا نمیگیرم، میدونم که من خودم شدیداً مرتلب بودم. هستش دیگه، داریم، چرا باش بجنگیم؟ به جای اینکه ما بشناسیمش چرا باش بجنگیم؟ اگه زیر فرشش کنیم، اگه نخواهیم ببینیمش، خودمون رو سالم نگه نداشتیم. به خودمون و دیگران آسیب میزنیم، در درجه اول به خانواده خودمون آسیب میزنیم. اینا دردهای فرهنگی که در هر کشوری، نه فقط ایران، حتی کشور دموکراتیک هم آدم انسان ممکنه که تو خانه‌ای بزرگ بشه که با این کانفلیکت‌ها و تضادها بزرگ شده و مشکلات جدی شخصیتی به آسیب شخصیتی خورده.
مگه ما کم داریم در دنیای قبل که آسیبای شخصیتی از همون خانه خودشون خوردن؟ چرا اینجوری نگاه میکنی عزیزم؟ با تعصب، شخص من به هیچ شخصی نبود صحبتم، خیلی کلی دارم میگم. ما مشکل داریم از کاخ تا کوخ. این کوین ما شدیداً مشکل داشت، شدیداً آسیب خورده بود. دیگه بخ بگی بگی برو دیگه، از کاخ تا کوخ. ممنونم از شما. من یه چیزی خواستم بگم، اصلا میکنم دکتر حسن، فقط ما حکران، من یه چیزی که خواستم بگم، به نظر من اتفاقا روانشناسی یکی از مهمترین ارکانه که جزء سیاست باید قرار بگیره. اتفاقا به نظر من از این به بعد هر کسی که بخواد پا در عرصه سیاست بگذاره، اول باید از فیلتر روانشناسی رد بشه، ببینیم آیا اصلا از سلامت روح و روان برخوردار هست، بعد از سواد صحبت بکنیم. ما تعداد آدم هایی که بسیار نخبه هستن، بسیار باسواد هستن، ولی از واقعا بیمار روحی روانی هستن کم نداریم تو خود این کلاب ها. من تا به حال 2 ساله که خانم دکتر رو دارم باهاشون هستم تو اتاقایی که ایشون صحبت میکنن و گوش میکنم، کسی که میاد خودش داره میگه که من تابه هیچ خدایی نیستم، حتی اینقدر صادقانه داره صحبت میکنه و اون نظریات خودشو داره مطرح میکنه. حالا منی که خودم از روی عکس پروفایلم متوجه خواهید شد که تیپ فکری من چیه، حالا یا از یک سری افکار ایشون رو میپسندم، یه سری رو نمیپسندم، ولی به هیچ عنوان دلیلی برای توهین نمیبینم. مرسی. من میگم بله، من ببین، من میگم من فقط یک جمله بگم خانم دکتر که شما هم براتون یه موقع سوء تفاهم. نه ما اصلا نگفتم حوزه روانشناسی نباید وارد بشه. من گفتم واقعا این که ما بتونیم از اون توانایی و تخصصمون به خاطر کسایی که مخالف ما هستن ما بیایم از اون استفاده بکنیم و در واقع میشه سوء استفاده که انگهایی رو بیایم بچسبونیم به دیگران، این کار درستی نیست. وگرنه اتفاقا باید حوزه روانشناسی در خیلی از مسائل گوش کن من کاری به حزب، من همیشه مستقلم، کاری به حزبی ندارم که بخوام به خاطر حزب خودم بر علیه حزب دیگری بجنگم. اصلا اینجوری من فکر نمی کنم. مگه اون طرف قضیه، این طرف قضیه، همه ما مشکل داریم. من میگم به خصوص رهبران کشور، نه کشور ما، کشور دنیا، به نظر من اولا که همه ما بعضی از مواقع تو زندگیمون احتیاج به تراپی داریم، از خودم گرفتم هممون. دوما به نظر من رهبر سیاسی بسیار مهمه، معلم بسیار مهمه، شخصیت های این چنینی که آموزش و پرورش از همه مهمتر رهبر، رهبران کشورها باید قبلا برن تراپی ببینن و بعد بشن رهبر کشور. اگر این کارو بکنن باور کنید ما خیلی خیلی تغییرات بزرگتری پیدا میکنه تو زندگی های فردی و اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورمون. شما نگاه کنید پوتین رو، شما نگاه کنید یک روانی سایکوپات به تمام معنا، خامنه ای رو نگاه کنید، بایدن رو نگاه کنید، از اون طرف ترامپ رو نگاه کنید، اصلا مشکل دارن، جدی جدی مشکلات جدی دارن. کل دنیا روانی، یک ثانیه به من گوش بدید، شما دارید دم از اخلاق میزنید، دم از اخلاق آتیس میزنید و رسمن میروسین. جناب رضا اجازه بدید، جناب رضا اجازه بدید صحبت خانم دکتر. من باید برم. خواهش میکنم پوینت منو متوجه بشید. چرا شخصیش میکنید؟ ما شخصی میگم، من روانیم. چرا روانی؟ من پیشنهاد کسی رو جنایتکار معرفی نکن. من پیشنهاد دارم، یعنی شما به نظر شما خامنه ای جنایتکار نیست؟ آقای رضا ایشون اگه جنایتکار نبودن تو سال 88 که اون همه آدم ریختن بیرون، ذهن رو منحرف می‌کردن، ما همون موقع داشتیم به نتیجه می‌رسیدیم. ایشون بزرگترین جنایت رو کردن. شما همچنان دارین حرف کیو میزن؟ اصلا رو این استیج شما چی کار میکنین؟ اومدین چی بگین که بگین روانی هستیم؟ خودمون میگین که روانی. یه چیزی رو من در مورد موسوی بگم، من خیلی شرمنده و عزیزم، خیلی سریع بگم. ببینید موسوی الان یه حرکتی که کرد خیلی خوب بود، اما باید نگاه کنیم ببینیم که جریان پشت پرده این قضیه چی بود. منفیشو بگم سریع، جریان پشت پرده چی بود که خاتمی فوراً اومد اونچنان حرفای تکراری مسخره‌اش رو زد.
آیا به خاطر اینکه رضا پهلوی بولد شد آیا به این دلیل بود، یا اینکه نه موسوی واقعا حقیقتا تو همون حسرش که هم اینترنت داره، هم کلفت و نوکر و هم بادیگارد داره و هم شوفر داره، اینم از حسرش که اینقدر تو سر کله ما زدن. از اون طرفم اگر به معنای واقعی که همین تا دو ماه پیش دوران طلایی خمینی رو مگه نمیگفت، همین چند وقت پیش هم دوباره بیانیه که داد دوباره برده خامنه ای بود. حال ما بگیم مثبت نگاه کنیم برای اینکه همه قابل تغییر هستن، حال ایشون تغییر کرده، حال که تغییر کرده چرا نباید در کنار ما بایسته سفت و محکم؟ مگه اینا به شهادت اعتقاد ندارن؟ و چرا وقت خودشون میشه، نوبت خودشون میشه، نوبت بچه هاشون میشه شهادت نباید بشن؟ خیلی راحت 81 سالشه میتونه سفت و محکم در کنار ملت قرار بگیره، یک پوزش هم بخواد به خاطر اشتباهات و در اون جنایت هایی که بوده. و مردم ایران خیلی خیلی من به نظر من خیلی تاثیر بزرگی یک روی خانواده های مستقیم دادخواه میذاره، رو همه و احساس متفاوتی میذاره روشون، به اضافه اینه که طبیعتاً برای ایشون یک عفو متفاوتی قائل میشن مردم، به خاطر اینکه با شجاعت و با درایت و با خلوص نیت به طرف ملت ایستاد، در کنار ملت ایستاد و حتی در مورد گذشتش که باورای من آن زمان این چنین بود و من پوزش میخواهم، میتونه بسیار درس بزرگی بده و یک ریزش درونی به وجود بیاره از سپاه گرفته تا کل بیت رهبری، میتونه یه همچین کاری رو بکنه و هرگز هم دیر نیست. امیدوارم که بره یه همچین حرکتی رو انجام بده که ما هزینه کمتری. فقط یه سوال بهتون میاین باز میگردین چون اتاق بازه و قبل رفتنتون چون اینی که گفتین چند بارم گفتین، فقط کوتاه بهتون بگم میرحسین موسوی اگر توی حسره و نامه ای بیانیه بیرون میده، میبینید تو مناسبت های خاصه روز مثلا این باورهای مذهبیشون تو اون روز هاست و به خاطر همین اصلا حسرش کردن، چون توی زندان شما میتونی پیام بدی، نامه بدی، نفر هست، تلفن هست، همه اینا هست. پس این موارد فراموش نکنید. این که میگید توی بادیگارد و آله بادیگارد و اینا داره دیگه، تو حسر بادیگارد داره که اینو بپان، یعنی اصلا هیچ ارتباطی با بیرون نداره. اینایی که میبینی هم این کاری هم که کرد از نظام بگذاریم برای این بود که تا حالا آلترناتیوی نبود به جای خامنه ای. حالا پسر چی ولیعهد حالا مطرح شده، ایشون اومده اصلا دقیقاً با نامه ای که داده، با کد هایی که داده تو نامش، دقیقاً اشاره کرده به وکالت دادن به پادشاه. اصلا معنای کار ایشون این بود. این که شما دارید میگید همش درسته، ولی شما در جواب اینو میتونید بگیرید، چون نمیتونه این دیگه علنا برگرده اینجا، برگرده تو همونجا که هستش. این ببین پیغام خیلی رسواییه توی سیاست وقتی شما تغییر روی کرد میدی خودش اشتباه کردم غلط کردمه، و موقعی که این میگفت براندازی نشه برگردیم به قانون اساسی، حالا که این چیز دیگه میگه، یعنی همون اشتباه کردمشه دیگه معناش. این که ما بخوایم بگیم نه حتما من میگم برگردید اینو صحبت میکنیم راجبش. من نمیگم منفیه، این کارش خیلی خوبه، اما مسئله اینجا اینه که ما باید نگاه کنیم ببینیم که چطور شد توی همچین موقعیتی یه همچین اتفاقی. به اضافه اینه که نه خیلی متفاوته در داخل زندان و زندان لاکچری که اینا زندان لاکچری اوینم دارن، خیلی متفاوته با زندانهای معمولی بچه‌های ما. به اضافه اینه که حصر خانگی هم فراموش نکنید که ایشون خانواده به طور کلی، هم اینترنت زیر دستشون، هم کلفت و نوکر زیر دستشون. لطفا دیگه هزینه رو بالا برای ما نبرید. خانم تو زندان هم کلفت و نوکر داریم، گوشت زندان هم شما هزینه کنید کلفت و نوکر داری، اینترنت نداری، اینم نداری. اینترنت داشت که تو روزای خاص بیانیش من فکر میکنم پاسخشو میدم کلشو بهتون، فقط اینو به دوستان میگم حالا شما برید، ولی این واقعیتش اینه که توی زندان اینترنت نداری، ولی کلفت و نوکر تو زندان هم پول داشته باشی دارن میدم، ولی اینا هستش. ولی واقعیت اصلا بحث اینا نیست، بحث اینه که توی هست تو نمیتونی اصلا با کسی ارتباط داشته باشی، بخاطر همین حصرش کردن. شما ببینید گفتن تلفن ازشون بگیریم، اینترنت رو بگیریم، همه ارتباطاتشون رو قطع کنیم موقعی که حصرشون شروع شد. من دفاع نمیکنم ازشون، ولی شرایط رو باید یه خورده منصفانه بگیم. من که میگم مثبتش هست، منتها باید نگاه کنیم ببینیم که پشت سر این قضیه چه اتفاقی میفته از طرف خودشون. خود ایشون الان میتونه خیلی خیلی حرفای مهمتر فراخوانی بزنه دیگه، چون یه عده طرفدارش هستن بسیار در داخل کشور، به خصوص داخل خود نظام اصلاح طلبان. الان بعد ما نمیتونیم که با یه دو تا شعار خام بشیم، بعد نشان بدن که دقیقاً عملکرد اون بیانیه چی بوده.
عملکرد ما رو بعد ببینیم، شعار نمیخوایم دیگه. وگرنه کار درست بود اما پشت سرش خاتمی. اینا دیگه بحثای تحلیلیه کردن دیگه. کردشم دیدین دیگه، فائزه هاشمی همشون اومدن پشت میروسم به شاهزاده وکالت دادن دیگه. اینم عملکرد بیانیه. فرمان روا. گوش کن، من در کلاب هاوس گفتم هر حواستون مراقب اصلاح طلبا و اصولگرا و اصلاح طلبا و بخشی از اصولگراها که به نوعی بریدن ولی صداشون در نمیاد و نواندیشان دینی باشید که میخوان انقلاب ما رو مصادره کنند. و همین سادگی، بارها و بارها گفتم اینو حواسمون باید خیلی خیلی باشه. ممنونم. ممنونم ازتون خانم دکتر، مرسی که وقت گذاشتید و با ما بودید.